بیا تو خیابون بیا تنکمونو بگیریم. من جوون دارم از خودم میگذرم، دارم از جونم میگذرم که فقط اتحاد باشه. از چی میترسید؟ از شکنجه میترسید؟ از مرگ میترسید؟ این زندگی چی که این زندگی چه دارید میکنید؟ از مرگ بدتره، یادتون نره. زلزله زده تو خوبی داریم دادم به سوریه کمک باشونو. چقدر میخواد نگاه کنید و ساکت بشید؟ خانوم این انقلاب رو زنها شروع کردن. استارت این انقلاب رو زنها زدن. چرا میگم زنها؟ چون دختر 15 ساله تو خیابون جون داد، شکنجه شد، درد کشید به خاطر من و تو. آزادی به من و تو حروم جماعت وقتی دخترمون زیر خاکه، وقتی دختر ایران زیر خاکه. حمزه پیروزمون یادتون نره، معصوم امینی. درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری آوای ایران. در این بسته خبری با پوشش اخبار متعددی که از اعتصابات و اعتراضات به دستمون رسیده همراه شما هستیم. ویدیوی اعتراف سردبیر حکومتی سرات نیوز به سقوط رژیم رو خواهیم دید و در خلال پوشش اخبار اقتصادی و التهاب بازار ارز از تریبون‌های داغ مجلس و درگیری‌های شدید بین نمایندگان و هیئت رئیسه تا ابراهیم رئیسی و معاونانش که اتفاق افتاده می‌گیم و ویدیویی از این درگیری‌ها رو براتون تهیه کردیم. وخامت اوضاع در مجلس به قدری زیاد شده که نمایندگان به سیم آخر زدند و خواستار پاسخگویی علی خامنه ای به عنوان مسئول اصلی تصمیمات اقتصادی دولت شدند. دعوت میکنم این بسته خبری را از دست ندید. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. اعتراف سردبیر سایت حکومتی سرات نیوز و نطق طوفانی چند نماینده مجلس. آقایان کمربندها رو محکم ببندید، سقوط حتمی است. در پی وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به ویژه افزایش شدید قیمت دلار در ایران، موج جدیدی از تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی به راه افتاده که از جمله شامل کارگران ذوب‌آهن اصفهان و نانوایان معترض تهران است. اما در این روزنامه تحت مدیریت حسین شریعت‌مداری کیهان که بلندگوی خامنه‌ای است نوشته است در شرایطی که مردم اروپا را برای زنده ماندن به خوردن حشرات و کپک زده‌ها دعوت می‌کنند و برای صرف جویی در مصرف انرژی از حمام کردن با آب گرم منع می کنند و مردم آمریکا در خانه و ماشین خود از سرما یخ می زنند و مردم ژاپن رکورددار مرگ کرونایی در جهان هستند و اسرائیل در آتش آشوب و فرانسه در التهاب و اعتراض است، امپراتوری شیطانی رسانه های استکبار جهانی به زور رسانه و فضای مجازی رها و بیقانون مردم را بر قیمت پژو و پراید و سیب زمینی و پیاز و دلار و سکه مرکز کرده و روی اعصاب مردم چنگ میکشند. دوام نظام در این 43 سال معجزه است. علی قفاریان مدیر سایت اصولگرای سرات نیوز در یک پیام ویدیویی خطاب به علی خامنه ای و سایر مقامات کشور از جمله سردبیر روزنامه کیهان گفته کمربندها را ببندید که با قطار پیشرفت رئیسی داریم میریم ته دره. وقتی مسئولان خوابن دلار ارزون میشه، وقتی بیدار میشن گرون میشه. نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره. آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتونو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن. یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها. یه هلیکوپتر میفته یه وزیر هوا میشه. اون یکی میگه میخوام سیم کارت بدم به گردشگرا بدون فیلتر. مردم خودمون 80 میلیون نفر آدم نیستن. یعنی واقعا مشخص نیست که دولت محترم چه نقشه راهی داره جز سقوط کشور و مردم به ته دره. مراقب باشید و کمربندا رو محکم
ببند. این سخنان علی غفاریان وقتی معنادارتر می شود که در کنار گزارش جالب مرکز آمار ایران از مدیرانی که سقوط را به چشم دیدند و به دنبال مهاجرتند قرار می گیرد. مرکز آمار ایران با انتشار این نظرسنجی تایید کرده که تنها 2.8% از 470 هزار مدیر جمهوری اسلامی گفتند که قصد دارند در ایران بمانند. آنها همه می دانند سقوط چقدر نزدیک است و قصد مهاجرت دارند. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در میان سقوط آزادی و اخلاق و انسانیت در جامعه، ارزش پول ملی نیز قربانی همیشگی این وضعیت نابسامان بوده. رابطه مستقیم سقوط ارزش پول ملی با ناکارآمدی اقتصادی حکومت بر کسی پوشیده نیست، اما ایرانیان همیشه با چنین قهقرایی روبرو نبودند. روزگاری که چرخ اقتصاد ایران در دست دولت‌های مختلف شاهنشاهی بود، در مسیری که همواره رو به بهبود داشت، مردم نیز زندگی متفاوتی داشتند. کنترل درآمدهای کشور و صرف آنها در طرح‌های بزرگ صنعتی و عمرانی توسط نیروهای متخصص و میهن پرست که سود خود را نیز در گرو رفاه و خوشبختی جامعه می‌دیدند، ریال ایران را در هفته فروردین 57 به یکی از 16 واحد پول معتبر دنیا تبدیل کرد. جایگاه پول ایران که در رده 12 پول‌های جهان بعد از پول سوئد و جلوتر از دلار استرالیا و شیلینگ اتریش قرار داشت، با آغاز حکومت اسلامی سیر نزولی را شروع کرد. مسئولیت متخصصان به افراد ناکارآمد و بی‌مسئولیت سپرده شد که تشنه ثروت برای خود و خانواده‌های مافیایی خیش بودند و به جای کسب درآمد قانونی با آبادانی میهن، سودای صدور انقلاب و پرورش امت در ایران و فراتر از مرزها را در سر داشتند. آنها آنقدر جنگ و تحریم به مردم تحمیل کردند و همزمان با غارت و فساد گسترده تیشه به ریشه اقتصاد کشور زدند که نرخ برابری ریال ایران و دلار آمریکا که در سال 1357 تنها 70 ریال بود، در بهمن 1401 به 600 هزار ریال رسید. مسیر قهقرایی که پول ملی و اقتصاد کشور در جمهوری اسلامی طی کرده، یکی از دلایل مهم و شاخص تجربه جمعی ملت ایران است که آنها را به شعارهایی چون رضا شاه روحت شاد و ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رسانده. روندی که در آن انقلاب ملی ایران می تواند ریال و اقتصاد را نیز در کنار محیط زیست و شهروندانی که در حاکمیت شر گرفتار آمدند، پیش از آن که دیر شود نجات دهد. در همین لحظه که از این پنجره به تماشا و شنیدن نشسته اید، پول ملی ایران باز هم بی ارزش‌تر شده. ویدیوها و تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها نشان داده درگیری‌های شدید در مجلس است. روز گذشته مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به مجلس رفت تا درباره وضعیت ارز پاسخگو باشد، اما علیرضا بیگی نماینده تبریز در مصاحبه با سایت اقتصاد سنج گفت که محمد مخبر معاون اول رئیسی در جلسه غیرعلنی مجلس به صراحت به نمایندگان اعلام کرده که ما راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز نداریم و همین است که هست. وی افزود سخنان مخبر در جلسه غیرعلنی مجلس را غیرمسئولانه ترین سخن یک مقام دولت خواند و گفت استنباط ما از جلسه با تیم اقتصادی دولت این است که برنامه‌ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد. سلام عرض می‌کنم. غیر مسئولانه ترین پاسخی که میشه از یک مسئول شنید رو امروز ما از رئیس تیم اقتصادی دولت معاون اول جناب آقای مخبر شنیدیم. ایشون به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردن که بهتر از ما پیدا نمی کنید برای اداره امور ارضی کشور، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنید. یعنی هر دوتا به هم دیگه می آییم و همینه که هست. اگر شما نظر دیگری دارید و می توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگید ما همون رو عمل می کنیم. مشخصاً ما از صحبت‌های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، استنباطمون این بود که برنامه برای برون رفت از شرایط موجود وجود نداره و بانک مرکزی معتقد که سازوکارهای لازم برای مقابله با بحرانی که امروز داره زندگی همه ملت رو از خودش متاثر میکنه رو در اختیار نداره.
در حالی که شنبه هر دلار به رکورد 57 هزار تومان و 500 رسید، روز یک شنبه عدد 60 هزار تومان را هم پشت سر گذاشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بعد از جلسه غیرعلنی گفت که به جنبندی خوبی رسیدیم. او جزئیات بیشتری نگفت. در یک ماه اخیر با سقوط ارزش ملی پول ایران، دلار دو برابر شده. این سخنان با واکنش رئیس سابق بانک مرکزی مواجه شد. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران در توییتر نوشته اعلام کردند مجلس برای ساماندهی ارز به نتیجه رسید. اگر با جلسه یک ساعته میشد برای ساماندهی جنبندی کرد، تا به حال چه می کردید؟ با سقوط ارزش پول ملی، ارزش هر دلار دو برابر شده. ویدیوهای منتشر شده از جلسه مجلس نشان می دهد که چند نماینده در نطق‌های طوفانی به ابراهیم رئیسی و سیاست‌های علی خامنه‌ای اعتراض کردند. حاتمی نماینده مجلس در سخنانی خطاب به رئیسی گفت حالا که سنگ را بسته و سگ را رها کرده اید، حداقل کمتر مصاحبه و نیشخند کنید. صحبت از آیتی من و آیتی فهم می کنید. به آقای رئیس جمهور پیشنهاد می کنم کنترل قیمت دلار، گوشت، نخود و لوبیا را به مدیران فیلترینگ فهم وزارت ارتباطات بسپارید تا این موضوع را نیز مانند فیلترینگ مدیریت کنند و مردم را از مشکلات رهایی بخشند. آقای زارعپور وزیر محترم ارتباطات و سایه دولت مردان میگویم حالا که سنگ را بسته و سگ را رها کرده اید، حداقل کمتر مصاحبه و کمتر نشخند بکنید. صحبت از آیتی من و آیتی فهم میکنید. به آقای رئیس جمهور توصیه میکنم مدیریت دلار و گوشت و نخود و لوبیا را به مدیران فیلترینگ فهم وزارت ارتباطات بدهند تا به طرفت العین این موضوع را مثل فیلترینگ هم مدیریت بکنند و خیال ملت را از این همه مسائل و مشکلات و گرفتاری ها در واقع رهایی بدن. نماینده مهابات هم برای چندمین بار در طول سال جاری عملکرد رئیس جمهور و مسئولان کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت دیگر صبر نمانده و مردم از مسئولان کشور راضی نیستند. امروز مردم ما در شرایط سختی قرار گرفتند و از عملکرد مسئولین کشور رضایت ندارند. از کدام دردها و مشکلات بگویم؟ تورم اقتصادی شدید، تعطیلی اکثر کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، بیکاری و کولبری و سوختبری و پناهندگی جوانان من به کشورها، نبود امکانات بیمارستانی و درمانی، گرانی کمرشکن کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی. همکاران و نمایندگان محترم، براستی که مردم ناراضی و نگرانند. ناراضی و نگران از حذف یک دفعه و آنی ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی، نان، دارو، نهادهای دامی و اثرات و موج تورمی آن. آمار وحشتناک 28000 کشته و 100000 مضرور در سال بر اثر حوادث رانندگی و بیکیفیتی خودروهای داخلی. در رابطه با وعده شفافیت در اقتصاد باید بگویم ابتدا من در معرفی کابینه در همین تریبون عرض کردم که تیم اقتصادی دولت توانی مدیریت بحران اقتصادی کشور را ندارد. به واقع از کدام در توان مشکلات بگویم؟ لذا جناب آقای رئیسی لازم است صحبت‌های جناب‌عالی را بعد از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور یادآوری نمایم. ایجاد شفافیت حد اکثری در اقتصاد و خشکاندن ریشه های فساد و رانتخاری و اختلاس، مقام سازی اقتصاد در مقابل تکانها، مهار تورم و گرانی، حمایت از تولید ملی، مدیریت بینه منابع کشور. جناب آقای رئیس جمهور، امروز مردم ما در رابطه با وعده های جناب عالی قضاوت می کنند. دیگر ظرفیتی برای تحمل نمانده است. رضاپیمایی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی امروز 7 اسفند 1401. بنده به این کافیه، سخره ما خالیه.
در پی وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی به ویژه افزایش شدید قیمت دلار در ایران، موج جدیدی از تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی به راه افتاده که از جمله شامل کارگران ذوب‌آهن اصفهان و نانوایان معترض تهران است. گروهی از نانوایان تهران روز یکشنبه 7 اسفند برای دومین بار در هفته‌های اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی خود مقابل ساختمان اتحادیه این صنف تجمع کردند. همچنین ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده از اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان خبر می‌دهند. این اعتصاب از روز شنبه آغاز شده که با وجود فشارهای امنیتی در طول شب هم ادامه داشته. یکی از کارگران اعتصاب کننده گفته ساعت 4 صبح یک شنبه نیروهای یگان ویژه با ماشین آپاش به اعتصاب کنندگان حمله و آنان را متفرق کردند، ولی دوباره کارگران تجمع کرده و خط ریلی را بستند. به گفته او بخش‌هایی از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در نتیجه این اعتصابات تعطیل شده و فرماندار با حضور در محل اجازه فیلم برداری را به کسی نداده و فضا به شدت امنیتی است. جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان نیز روز یک شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. همزمان گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز با برگزاری تجمعات اعتراضی شعارهایی چون سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر دادند. نشستگان در شهرهای شوشتر، شوش، دزفول و کرمان هم تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعارهایی چون تنها کف خیابون به دست میاد حقمون سر دادن. در شوش رئیس کانون بازنشستگان استعفا داد. در روزهای اخیر بازاریان تهران نیز در اعتراض به افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت دلار تجمع اعتراضی برگزار کردند. روزنامه جوان وابسته به سپاه در واکنش به تجمع در بازار بزرگ تهران در روز چهارشنبه نوشته که عده‌ای از بازاریان مخالف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با ایجاد فضای روانی و احساسی کسبه و مغازه‌داران را تشویق به اعتصاب کردند. همچنین بر اساس گزارش‌ها مجتمع پارس جنوبی در روزهای اخیر کارگران پالایشگاه‌ها را وادار به امضای تعهدنامه‌ای کرده که بر اساس آن در صورت اخراج به دلیل شرکت در تجمع و اعتصاب حق شکایت ندارند. این شرکت به کارگرانی که این تعهد را امضا نکنند اجازه ورود نمی‌دهد.